الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الثاني أنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محذا بين أسباب العلم أما أنت ولك مستهزر حسيت بحث ما در رسالة قطع مرهوم شيخ انصاري رضوان الله تعالى عليه هستي بعد از أصله اصل حجیت قطع فرمود مباحث رساله را در طی چند امر تکمیلی تعقیب میکنیم اولین امر در ارتباط با تجری بود مباحث مربوط به تجری را تا درس قبلی به پایان رساندیم نظر مشهور نظر مرحوم صاحب فصول و نظریه مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه در بحث مهم تر در بحث مهم تجری به پایان رسید دومین بحث که فعلا به محضر شما سروران و برادران عزیز تقدیم می شود در ارتباط با یکی از نزاعه های علمای اخباری و اصولی هست حتما کم و بیش با این دو گروه یعنی مشرب اصولی و اخباری شما برادران عزیز آشنا هستید این بحث از اون بحث های بسیار پردامنه هست و ای کاش در علم اصول به تمامی این اختلاف ها در جای اشاره می شود که کاری آسانی هم نیست اخباریان همان طور که مستحضر هستید برای خود در منابع استنباط در آنچه که فقیه باید بر اساس اون استنباط بکند آرا و نظریات خاصی دارند در خصوص خود اصل اجتهاد و تقلید نظریات خاصی دارند در ارتباط با حدیث شناسی نظریات خاصی دارند که تمام اینها در یک جای جمع آوری نشده است به مناسبت در هر بابی توسط یک بزرگی به یکی از این اختلافات اشاره شده است اخباریگری و علمای اخباری تقریبا به و طرفدارانشون امروزه در حوزه های رسمی شیعه پایان پذیرفته است ولی هرچه هست این فکر کم بیش در میان شیعیان امروزه هم طرفدار دارد در بعضی مناطق و زنده هست و خدمات شایسته هم بعضی علمای اخباری برای جهان تشیع و برای مکتب اهل بیت علیهم السلام ارائه کردن مستحضر کسانی مثل مرحوم فیض کاشانی یک عالم اخباری است که کتاب معروف وافی رو می نویسد شیخور عاملی عالم اخباری است که کتاب وسایل شعر رو می و کسانی دیگر از این علمای اخیار که خدمات ارزشمند را به یادگار اند. البته اختلاف فکری در میان اهل علم در مسائل نظری امر طبیعی است بدون اختلاف نبوده است حتی در زمان حضور میانی اصحاب ا علیهم السلام ما بعضی اختلافات را شاهد هستیم ولی اختلافات اخباری و اصولی یک مقدار برجسته شد در مسائل بیشتری این اختلافات نمایان شد مثلا همین اختلافی که حالا در امر دوم محضر شما مطرح میکنم مربوط به قطع است در خود حجیت قطع علمای اخباری و وصولی با هم اینجا اختلاف نظر دارند بعدا وقتی به بحث زن و رساله زن انشالله برسیم و به سراغ مباحث زواهر برویم اونجا معلوم خواهد شد که علمای اخباری در حجیت زواهر قرآن منهای تفسیر ائمه اهل بیت علیهم السلام حرف دارند و در نتیجه عملا زواهر قرآن از حجیت و اعتبار و منبعیت در مقام استنباط خواهد افتاد و اگر شما به سراغ اصول عملیه بروید میبینید که علمای اخباری بحث احتیاط را برجسته تر میکنند به عنوان نمونه اگر جای فقیه شک در تکلیف داشته باشد و از قبیل شبهات تحریمیه باشد یعنی مورد احتمال حرمت داشته باشد میبینیم که در شبهات تحریمیه علمای اخباری یا همهشون یا جلشون قائل برس کنم خدمت با سعادت شما احتیاط هستند در حال که علمای اصولی از این جهت تفاوتی نمی بینن. فرق نمی کند شبه, شبه تحریمی باشد یا شبهه وجوبی در هر دو صورت معتقدی به اصل براعد هستند و قص علی هازا سایر ابواب را شما اگر در بحث اجتهاد و تقلید کفایه مرحوم حقیق خراسانی مراجعه بکنید چون در فراید ما چنین بحثی نداریم بحث اجتهاد و تقلید را نداریم اونجا اشاره میکند که علمای اخباری ما با کل فرایند اجتهاد و تقلید مخالف هستند و عرض کنم خدمت با سعادت شما آنچه را که عقیده دارند در زمان غیبت می شود مثل همون الگوی زمان ظهور علیه السلام که هر کس خودش بر اساس برداشت خود از روایات باید عمل خود را چه در عباد و عبادات و چه در معاملات تنظیم بکند نیازمند رأی فقیه و استنباط فقیه در اصر غیبت نیستیم خب این یک مسئله بسیار کلیدی است بحث اجتهاد و تقلید میان اخباریان و اصولیان انصافا نیازمند تعمل دقیق و تتبع بیشتر و عرض کنم خدمت با سعادت شما و تتبع و مراجعه مستقیم به ادله طرفین هست بحثی است بسیار نسبتا پیچیده و پر دامنه و وسیع که شما سروران می توانید به منابع مربوطه مراجعه بکنید در واقع خواستم یک شمه از اختلافات دو طرف, دو طرف, را شما عزیزان آشنا شده باشید علاوه بر اون ارز کنم در بحث حدیثی هم که مستحضرید اونها کلا علم رجال رو تقریبا از صحنه استنباط حذف میکنن کتب اربعه را قطعی و صدور میگنن حالا این قطعی آیا واقعا همون قطع ریاضی صد در صده یا نه یک نوع اطمینان و سکون نفس هست در هر دو صورت در این مسئله با علمای اصولی اختلاف نظر دارند معتقدند که کتب اربعه حدیثی ما یعنی کتاب شریف کافی کتاب من لا یحذره الفقیه صدوق و تهذیب و استبصار مرحوم شیخ توسی رضوان الله علی که اصطلاحا محمدون سلاس گفته می شود محمد ابن یعقوب کلینی محمد ابن علی ابن بابویه قومی و محمد ابن الحسن توسی این سه بزرگوار از علمای قدیم ما و شما کتب اربعه حدیثی ما را به یادگار گذاشتند در ارتباط با این چهار کتاب حدیثی ادعای قطعی به صدور دارن و وقتی قطع در میان باشد طبیعی است که دیگر نیازی نیست که ما بحث سندی بکنیم اطلاف وقت بکنیم و کتاب‌های رجال مراجعه بکنیم مستقیم باید برویم به سراغ متن روایت که از متن روایت چی برداشت خواهد شد در هر صورت اینها فهرستی از اختلافات مرحوم عرض کنم خدمت با سعادت شما علمای اخباری با علمای اصولی و البته این تمام اختلافات هم نیست بالاخره شاید بتوان گفت در واقع دو نوع مکتب فکری و دو نوع رویکرد کرد فکری در عرصه استنباد فقهی است که در عصر غیبت به وجود آمد در ارتباط با نزاع اخباریان و اصولیان اگر خواستید کم و بیش اطلاعات بیشتر ارز کنم خدمت با سعادت شما داشته باشید خصوصا هدایق و مرهم مرحوم شیخ یوسف بهران رضوان الله علیه مقدماتش همه اش خواندنی است خصوصا مقدمه بیستوم این کتاب آخرین مقدمه اش که مخصوص همین بحث های اخباری و اصولی است تا حدود برای انسان چشمانداز میدهد و اگر به عرض کنم خدمت با سعادت شما رسائل ادوره رو نجفیه ایشان مراجعه بشود که بازم چاپ شده است چندین رساله ایشان اونجا دارد که به این بحثها می ها میپردازد به درد میخورد و تا حدود عرض کنم بحثهای های تازه ای دارد و عالم منصف و با تقوای هم بوده است خدا رحمتش بکنه ایشون از اون دسته های اخباری است که بعدا متمایل عرض کنم خدمت با سعادت شما و اصولیان شده است و حداقل این که دیگر حاضر نیست عرض کنم علیه اصولیان حرفی بزند هر دو طرف را در طریقه و رویششان معذور می داند و همگان را دعوت به اتحاد و مسالمت و اینکه علمای ما همگی در چارچوب معارف و مکتب اهل بیت علیهم السلام دست به استنباط می زند. شیخ یوسف بهرانی با اینکه اول اخباریتون مزاجی بود بعدا به نقطه اعتدال رسید در طرف مقابل کسانی مثل مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه را داریم ملا محسن فیض کاشانی که ایشون عالم اصولی بود و بعدا عرض کنم خدمت با سعادت شما اخباری مه شد و در واقع رفت به سمت اخباریگری خب این بحث را واگذار میکنیم می کنیم عرض کنم خدمت با سعادت شما به خود شما سروران تاریخچه اخباریان و اینکه آیا اخباریگریک واقعا از قدیم شروع شد یا نه این که عرض کنم خدمت با سعادت شما از زمان مرحوم ملا امین استرابادی صاحب فواید المدنیه اینها دیگه اون بحث های عرض کنم تاریخی و در واقع نظری هست اختلاف نظر هست بسیار معتقدند که اخباریگری از زمان مرحوم میرزا محمد امین استرابادی که شاگرد کسان مثل صاحب مداریک بود شروع شد و ایشان کتاب معروف فواید المدنیه را دارد که جامعه مدرسین هم چاپ کرده است این کتاب را و البته در زیلش رد یک از علمای اصولی را هم چاپ کرده است در هر صورت برای آشنایی با افکار اخباریگری این کتاب هم کتاب خوبی است منتها لحن تندی دارد و احیانا ارز کنم خدمت با سعادت شما در مقام خواندن و تعمل انسان را اذیت میکند در هر صورت ایشون را بعضی ها مؤسس اخباریگری میداند ولی خب در مقابل کسانی داریم که نخیر این دو طریقه و این دو رویش در قدیم حتی ارز کنم خدمت با سعادت شما در زمانی اوائل غیبت سغرا هم وجود داشته است مرحوم شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه صاحب الحدایق الناظره ایشون تصریح میکند در بحثهایش هایش که ما در اوائل در عصر اول هر دو گروه رو داشتیم هم اخباری رو داشتیم هم اصولی رو داشتیم و اینها کاملا سمیمانه و دوستانه با هم رفتار داشتن و هیچ نو پرخاش اون زمان مشاهده نشد این معنا ندارد که ارز کنم امروزه ارز کنم علما علیه هم بیتازن بر هم اشکال بکنن و خصوصا از مرحومی مرزا امین استرابادی نام میبرد که از زمان ایشان و با تعلیف کتاب الفوائد المدنیه این نفی و ترد و این صحبت کردن علیه هم دیگر شروع شد خدا رحمت بکند همه گذشتگان ما را هم از اخباری و اصولی و همه کسانی که برای مکتب و برای فقه اهل بیت علیهم السلام خدمت کردن دغدغمند بودن و دغدغه کشف حقیقت را داشتن شیخ انصار رضوان الله علیه به مناسبت بحث قطعت بعد از آنی که از بحث تجری فاصله می گیرد به سراغی عرض کنم یک اختلاف مهمی علمای اخباری و اصولی می رود که در همین امر دوم این بحث را با هم تعقیب میکنیم بعد از آنی که اون مقدمه طولانی رو خدمت شما اینجا عرض کردم برای که چشمنداز روشن و عرض کنم خدمت با سعادت شما تا حدود در فضای بحث قرار بگیریم بازم یکی دو نکته را به عنوان مقدمه بحث محضر شما یادآوری میکنم اولین نکته این که این نزاعی که ما فعلا داریم که آیا قطع حاصل از مقدمات عقلی غیر قطع حجت هست یا نه این ربطی به مسئله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ندارد باب ملازمات را حتما شما سروران شنیدید در اونجا بحث در این هست که اصلا ملازمه میان حکم عقل و شرع وجود دارد یا نه آیا درک عقل و شرع می تواند مساوی باشد فهم هر دو می تواند یکی باشد اون می شود همون بحث معروف ملازمه اینجا فعلا عرض کنم خدمت با ساده شما بحث در فهم و درک نیست از این جهت مفروغ ان هستیم یعنی عقل فقیح از طریق مقدمات عقلی به قطع رسیده است در خصوصی حکم شرعی ولی بحث در این هست که این ادراک قطعی که فقه از طریق مقدمات عقلی به اون رسیده است آیا این ادراک این فهم حجیت دارد آیا فقه می تواند خود بر اساس این فهم خود عمل بکند و از مقلدینش بخواهد که بر اساس این فتوای من ملتزم باشید یا نه این محل بحث ماست اینجا بنابر این نباید این امر دوم را با اون مسئله معروف ملازمه که آیا اصلا ملازمه میان حکم عقل و شر وجود دارد یا نه قاطی بکنیم نکته دیگر این که در واقع این بحثی که ما فعلا میخوانیم یک تفصیل است از علمای اخباری در حجت قطع طریقی اگر همون اوائل بحث قطع را رساله قطع را مراجعه بکنید در صفحه سی و یک تقریبا اونجا شیخ به صراحت فرمود که لا فرق فی حجیت القطع بین اسبابه یعنی بعد از آنی که قطع برای قاطع حاصل شد حجیتش قابل استثنا نیست قطع طریقی مطلقا حجیت دارد یکی از خصوصیات قطع طریقی که همونجا محضر شما عرض کردیم همین قید نداشتن حجیتش بود از هر سبب حاصل می شود چی از مقدمات عقلی چی از مقدمات شرعی چی عرض کنم خدمت با سعادت شما از مقدمات تجربی بعد از آنی که انسان یقین پیدا کرد قطع پیدا کرد و عرض کنم علم پیدا کرد این علم قطعش حجت هست اون مطلقای اونجا شیخ داشت و اصرار میکرد و توضیح میداد در واقع اشاره داشت به همین بحث هایی که فعلا میخوانیم یعنی در واقع ما کسانی داریم که در حجیت قطع طریقی قائل به تفصیل هستند مثل شیخ فکر نمی کنند شیخ در حال که حجیت قطع طریقی را ذاتی و غیر قابل تفکیک می داند ولی ارز کنم اینجا می بینیم که گروه از علمای اخباری در حجیت قطع طریقی قائل به تفصیل هستند این تفصیل ارز کنم خدمت با سعادت شما از علمای اخباری در واقع برگشتی به سبب قطع دارد اونها می وقتی شما قطع پیدا میکنید قطع پیدا, پیدا, کردن شما سبب داره اگر از طریق مطالعه آیات و روایات قطع پیدا کردید مثلا به وجوب نماز جمعه این قطع شما حجت هست اما اگر از طریق مقدمات عقلی نظری قطع پیدا کردید این عقل شما حجیت یا عرض کنم این قطع شما حجیت نخواهد داشت در واقع عرض کنم همان طور که بعدا توضیح هم خواهیم داد علمای اخباری معتقد هستند که اگر ارز کنم مقدماتی که عقل انسان را به قطع میرساند بدیهی و ضروری باشد اشکال نداره. اونجا ما میپذیریم اگر مقدمات عقلی ما نظری باشد غیر بدیهی باشد از طریق مقدمات نظری فقیه به قطع برسد اون زمان است که شیخ معتقد است علمای اصول معتقدند که این حجیت دارد چون قطعی طریقی است و در حجیت قطع طریقی نمیتوان قائل به تفصیل شد در حال که علمای اخباری معتقدند اینجا باید فقیه به قطع خود اعتماد نکند و بر اساس چنین قطع فتوا ندهد لذا ارز کنم امر دوم ما تفصیل در حجیت قطع بر اساس اسباب حصول قطع هست سبب حصول قطع اگر آیه و روایت و ادله نقلی باشد اون قطع حجت هست اگر سببش مقدمات عقلی نظری و مقدمات تجربی نظری مثلا باشد چنین قطع حجیت نخواهد داشت و انشاءالله در امر سوم خواهیم رسید که اونجا اختلاف با کاشف الغتا داریم اشون قائل به تفصیل از حیث خود قاطع هست اونجا بحث قطع مطرح هست که آیا قطع قطع حجیت دارد یا نه کسان معتقدند که قطع قطع حجت هست در حال که در مقابلش شیخ انصار رضوان الله علی معتقد است که از این جهت تفاوتی نمی کند در واقع شیخ آنچه راکی در صفحه سی و یکی کتاب فرمود که لا فرقه فی القطع طریقی بین اسبابه مطلقا همون مسئله و نظر را اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما ادامه میدهد و مخالفینش را یا مخالفش را تضعیف میکند نظریه ارز کنم عدم حجیت قطع قطع یا نظریه اخباریان تمام اینها از نظر شیخ رضوان الله علی مردود هست این امر دوم تفصیل در حجیت قطع از جهت اسباب قطع هست در حال که امر سوم تفصیل در حجیت قطع از جهت خود قاطع هست اشخاصی که ارز کنم قطع برای اونها حاصل می شود این نکته در خاطر شریفتون باشه در کنار اون نکته ای که ارز کردم نباید مسئله ملازمه اقلیه را با اینجا قاطی کرد و برای اینکه این امر این دوم را خوب بفهمیم اخباریان اینجا دو تا دلیل کلا آورده البته آنچه را که شیخ نقل میکند و انشاءالله این دو تا دلیل را در ادامه امر دوم خواهیم خواند در کل باز برای اینکه چشمانداز بحث روشن باشد و بحث مهمی هم هست این گونه میتوان گفت که ما دو نوع دلیل داریم یعنی برای اینکه تحریر محل نزاع بشود و جای نزاع خوب روشن بشود دلیل ما یا عقلی هست یا نقلی اگر قطع از دلیل نقلی پیدا بشود هم اصولی میپذیرد که حجت هست این قطع هم اخباری میپذیرد اون جای حرف نیست اما اگر از مقدمات و گزاره های عقلی ما قطع پیدا بکنیم به یک حکم شرعی اینجا بازم این خودش دو قسمه یا عرض کنم اون مقدمات عقلی ضروری هستن یا نظری مقدمات عقلی ضروری مثل امور حسی مثل امور نزدیک به امور حسی به تعبیر مرحوم عرض کنم استرابادی که بعدا خواهد آمد اگر عقلی که موجب قطع و حکم شرعی شده است اون مقدمه عقلی از امور ضروری باشد بازم هم اخباری میپذیرد که این قطع حجت هست و هم اصولی میپذیرد که حجت هست اما اگر مقدمه که باعث عرض کنم خدمت با سعادت شما قد شده است اون مقدمه عقلی مقدمه نظری باشد اگر مقدمه نظری باشد این مقدمه نظری عقلی که بدهی نیست گاهی ممکن زن فقیه می شود گاهی ممکن است باعث قطع فقیه می شود اگر باعث زن فقیه بشود مثلا عرض کنم از طریق مقدمات مربوط به قیاس ما عرض کنم زن به حکم شرعی پیدا بکنیم اینجا بازم هم اصولی میگوید این حجت نیست این قد حجت نیست و هم, هم اصولی میگوید این حجت نیست و هم اخباری میگوید این حجت نیست چون بالاخره قطع به وجود نیامد اما اگر مقدمات عقلی نظری باعث قطع به حکم شرعی بشود نه باعث زنش اگر باعث قطع شد این در واقع ارز کنم خدمت با سادت شما محل نزاع هست نقطه نزاع اینجا هست پس قطع حاصل شده است اما مقدماتی که منجر به قطع شده است اولا عقلی هست ثانیا عقلی نظری هست نه عقلی بدهی ارز کنم مقدمات عقلی روشن اگر مقدمات عقلی نظری باعث قطع فقیه بشود اصولیان در رأس اونها شیخ انصاری معتقد است که این قطع باز حجیت دارد در حجیت قطع ما نمیتوانیم تفصیل را بپذیریم در حال که علمای اخباری اصرار دارند که در چنین موردی ما نباید بر همچنین قطعی اعتماد بکنیم و در واقع این قطع را باید کنار بینیم بر اساس این قطع فتوا دادن یا عمل کردن بر اساس چنین قطعی قابل قبول نخواهد بود و نادرست هست اینها نکاتی است که شما سروران باید در ذهن بسپارید پس تحریر محل نزاع به دست آمد عرض کردم که اخباریان دو تا دلیل دارند شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیک مفصل عرض کنم خدمت با سعادت شما وارد بحث می شود عبارت های طولانی نقل می کند گاهی ممکن است برای انسان کننده باشد اولین دلیل اخباریان را که در همین سطور اول نقل می کند کسرت وقوع اشتباه و غلط در مقدمات عقلی است این اولین دلیل دومین دلیل که بعدا از قول ارز کنم شارح وافیت مرحوم سید صدرالدین قومی نقل میکند ایشون میگوید از روایات و اخبار استفاده میشود که احکام شرعی فقط باید از طریق معصوم به دست شما برسد طرقش هم توقیفی و تعبدی است از غیر طرق شرعی اگر احکام برسد حجیتی نخواهد داشت دلیل دوم فعلا بسیار با ما فاصله دارد ما فعلا تمرکز ما بر اساس همین دلیل اول هست که کسرت وقوع قطع باشد که عبارت استرابادی رو بخوانیم عبارت مرحوم صاحب هدایق رو بخوانیم و عبارت مرحوم سعید جزائری رو بخوانیم ببینیم که عرض کنم شیخ در خصوصی این عبارات عرض کنم چه اظهار نظر میکنند و چه اشکالات و جوابهای را مطرح خواهد کرد لذا می فرماید اسانی. این از در مقابل اون الاول هست الاول راجع و عرض کنم تجری بود دومین تنبیه که اینجا شیخ اعظم مطرح می کند در ارتباط با همین تفصیل است که علمای اخباری در خصوص حجیت قطع طریقی ارائه می کند نباید قاطع بکنید قطع موضوعی از محل بحث ما خارج هست چون قطع موضوعی کاملا تابع اعتبار معتبر هست با بیانی که در بحث های گذشته با شما عزیزان مطرح کردیم انک قد عرفت شما شناختید و فهمیدید در بحث های قبلی در اوائل ارز کنم این رساله در صفحه سی و یک انه لا فرقه این که تفاوت نیست در جایی که می باشد علم در اون جای کاشف محض اولا به جای قطع اینجا تعبیر به علم کرده است که در گذشته هم عرض کردم که علم و قطع اینجا یکی هستند بعد وقتی می کاشف محض باشه یعنی این علم و قطع ما طریقی باشه فرق نیست در جایی که عرض کنم قطع طریقی باشد بین اسباب علم شیخ فرمود حجیت قطع ذاتی هست این که سببش عرض کنم تجربی باشد سببش عرض کنم خدمت با سعادت شما نقلی باشد سببش عقلی باشد اینها هیچ کدام مهم نیست مهم این هست که شما از نظر روانی قطع دارید یا نه اگر قاطع به این عرض کنم مسئله هستید همین قطع شما کافی هست شما حجت دارید و عرض کنم منجز و معذر هست منجز و معذیر هست این قطع شما خب این نظر خود شیخ و نظر بسیار از اصولیان هست که محضر شما خواندیم فورا در مقابل این نظر که تکرار هم بود نظر اخباره ها را مطرح میکند میفرماید و سبو و نسبت داده میشود به تعداد زیادی از اصحاب ما که از علمای اخباری هستند در مقابل علمای اصولی و یونسبا الى غیر واحد من اصحابنا الاخباریین که انشالله خواهیم خوان مرحوم استرابادی، مرحوم سید جزائری، مرحوم بهرانی این بزرگواران چه فرمودن؟ عدم اعتماد بر قطع طریقی که حاصل بشود از مقدمات عقلی قطعی غیر ضروری. مقدمات منجر به قطع شد. ما را به قطع رسان. ولی ارز کنم خدمت با سعادت شما ضروری نیستن. ضروری انشالله بعدا روشن خواهد شد مقدمات عقلی که حسی باشن یا نزدیک به حس باشن. خب اگر همچون مقدمات باعث قطع بشون اینجا ارز کنم خدمت با سعادت شما حجیت نخواهد داشت این قطع ما. چرا عرض کنم این فرمایش را داشتهاند چرا فرمودن حجت نیست اینجا اولین دلیل را از قول علمای اخباری مرحوم شیخ نقل میکند یعنی تحریر نزاع صورت گرفت عرض کنم تفصیل اونها روشن شد دلیل اخباری ها چیست اولین دلیل لکسرت وقوع الاشتباه و خاطر زیاد بودن اشتباه و غلط در اون مقدمات عقلی چیزی که عرض کنم اشتباه و غلط فراوان داشته باشد باعث فوت واقع می شود باعث تفویت مسلحت و القاع در مفسده می شود پس چطور می توانیم اون رو حجت بدانیم اگر این گونه باشد فافای تفره چیزی که غلط و اشتباه زیاد داشته باشد با توجه به اون پس ممکن نیست رکون و اعتماد به شیع از اون مقدمات عقلی ما نمی توانیم بر اساس همچون مقدماتی که این مقدار اشتباه و غلط دارد حکم شرعی رو استخراج بکنیم خود ما به اون عمل بکنیم و از مقلدین هم بخواهیم که بر اساس اون عمل بکنند این تحریر نزاق و این هم دلیل که ارز کنم اخباریان اینجا اقامه کردهاند البته از این ببعد بعد نوبت کلام به شیخ میرسد که شیخ رزوان الله علی این دلیل اول رو مناقشه میکند و بعد در ادامه متعرض کلمات بزرگان اخباریان خواهد شد تتمه بحث را انشاءالله در درس بعدی پی میگیریم غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد